کلی بدن ما تشکیل شده از سه قسمت، یعنی از قسمتی که روحانیات، بعدش اموشنال یا سنس های ما، و سوم هم بدن ما هست. میبینیم که یه شخصی بعضن میترسه و بعدش وقتی این شخص میترسه خب کلیهش مثلا خوب کار نمیکنه یا تمام وضع آب بدنش به هم میخوره، دهنش مثلا خشک میشه. اینه که یک مرضی هست، یک مرض میبینیم که فیزیکیه ولی در حقیقت به علت احساساتش بوده، به علت اموشنال بوده و علت ترسایی داشته که داشته. این پروداکت ها غیر از این که تماما گیاهی هست، به هیچ وجه مواد پرزرواتیو و دیگری چیزا درش به کار نرفته و کاملا طبیعی و همه ارگانیک هست. همونطوری که میبینین از بیماری ها کلن ما دارو داریم براش، از آسپ شروع میشه، نمیدونم برای آرتروز، برای تمیز کردن بدن، تمیز کردن تمام ارگان های بدن، گرفته از کلیه، ریه و کبد و دیگری چیزها، تماما خوب کار میکنه و بسیار افکتیف هست. همینطوری که تا به حال سال هاست که همه دارن از اون استفاده میکنن. درود به دوستان عزیز، امیدوارم که حال همه شما خوب باشه. خب انشالله امیدوارم که تا هفته آینده مجله شفا به دست شما برسه و اون رو روی اینترنت بگیرید و استفاده کنید و حتی بتونید که چاپش کنید. اجازه بدید من خطوط رو باز بکنم. بفرمایید، خواهش می‌کنم، رو خط هستید. سلام آقای دکتر. سلام بر شما جانم. آقای دکتر، من قرصای استوفیکس شما رو، چون که پوکی استخوان، به خاطر پوکی استخوان می‌خوردم، یعنی می‌خورم. بله. حدود 3 سال یا 3 سال و نیمه، یک سالم هست که بون فورتیفایر رو می‌خورم. ویتامین دی 3 هم که اضافه تر از میخورم. تمام قرصایی رو که شما میفرمایید برای فرمودید برای پوکی استخوان میخورم، ولی دو سال قبل که برای تراکم استخوان رفتم، الان امروز از دکتر اومدم، از پیش فامیلی دکترم اومدم و این جواب آزمایش‌ها رو دیدم، اصلا شوکه شدم، برای اینکه بعضم خرابتر شده، یعنی پوکی استخوانم بیشتر شده. تمام این داروها رو هم که شما فرمودید خوردم، همه چیزم رعایت کردم، ولی میخوام ببینم علتش چیه که بدن من کلسیوم جذب میکنه، مشکل دیگه ای پی هست، و من تلویزیون هم ندارم، یعنی ساتلایت ندارم. اگه ممکنه تلفن رو قطع نکنه. بسیار خوب، خواهش میکنم. بله، خب این رو باید همیشه دقت بکنید که بله، بسیاری از اشخاص شاید نتونن کلسیوم رو کاملا جذب بکنن در داخل در بدنشون. ممکنه بعضی وقتا به علت کمبود اسید معده باشه که نتونن کلسیوم رو جذب بکنن، و بعضی اوقات هم به علت خوردن چیزهای دیگه که به اصطلاح کلسیوم رو در بدن رسوب بده و نذاره که جذب بشه. البته این رو باید دقت بکنید که متاسفانه خیلی ها که وقتی که پوکی استخون میگیرن، با خوردن حتی مقدار بسیار زیادی کلسیوم هم اون رو نمیتونن درستش بکنن و برش گردونن، بلکه واقعا اگر بتونن که فقط اون رو استاپش بکنن که بدتر از اون نشه، بازم خیلیه. و من فکر میکنم که شما کلسیومتون رو که ادامه میدین، ممکنه ویتامین، یکی از ویتامین هایی که خیلی اثر میکنه که کلسیوم بهتر در بدن جذب بشه، ویتامین K3 هست، K3 هست به طور کلی، که جدیدن ریسرچ ها نشون میده که ویتامین K3 و ویتامین D واقعا این دوتا خیلی در ساخت استخوان اثر دارن. من اتفاقا داشتم فکر میکردم که یعنی با که جدیدن که من میخوام استیوفیکس رو عوضش بکنم و یه مقداری هم ویتامین K3 بهش اضافه کنم، یعنی امیدوارم که پارتی جدید یا اون شیپمنت جدید که من درست میکنم ویتامین K3 بهش بزنم که این بتونه واقعا بیشتر کمک باشه. ولی خب برای شما، من فکر میکنم که شما اگر که دایجستیو انزایم با غذاتون بخورین که بتونه یه مقداری غذای شما رو بهتر هضم بکنه و کلسیوم رو بهتر جذب بکنه، امیدوارم این بتونه کمکتون بکنه، یعنی دایجستیو انزایم و کلسیومتون هم که قبل از غذا اگه بخورین، حداقل با بتونه اسید معده اون رو حلش بکنه و جذبش بکنه. معایده که من قبل از غذا اینو میخورم، اسید معده‌م هم اونطوری که شما فرمودید فکر کردم کمه،
لیمو ترش میخورم. با سالادم لیمو ترش میخورم. بله. و این جبران نمیکنه نه نگاه کنین، اسید معده به طور کلی هیدروکلوریک اسیده که لیمو ترش نمیتونه اون رو کمک کنه. یه مقدار سرکه سیب میتونه کمک بکنه، و اگر که سرکه سیب هم شما نمیخورین، بهتر هست که واقعا قرص هیدروکلوریک اسید و یا قرص گلوتامیک اسید را استفاده بکنید که این بتونه مقدار اسید معده رو بالا ببره، یه مقدار بتونه به هضم غذا کمک بکنه. لیمو ترش نمیتونه این کارو بکنه. من اینکه میدونید لیمو ترش سیتریک اسید، در حالی که ما هیدروکلوریک اسید احتیاج داریم. الان من از چه چیزی رو باید سفارش بدم؟ شما بهتر هست که یه دونه هیدروکلوریک اسید سفارش بدین که با غذاتون بخورین، یا گلوتامیک اسید. اینو به چه شکل بخورم؟ یه قرصه، یه هم قرصه و هم قطره، میتونی هر جفت چه کدوم دوست دارین استفاده کنید. قرصشو به چه شکل؟ روش نمیشه؟ قرصی بله، یه دونه قرص قبل از هر غذا شما میتونین استفاده کنید. یعنی با کلسیوم؟ با کلسیومتون بله. یعنی امیدوار باشم که بعضم بهتر میشه، چون من انشالله خیلی ممنون، خواهش میکنم، خدا نگهدار شما باشه. بفرمایید رو خط هستید. سلام آقای دکتر. سلام بر شما، متشکرم، مرسی. من سه تا سوال داشتم. یک، اگر قلبی که آهسته کار کنه، نرمال کار نکنه، و من خودم هستم، آزمایش دادم، دکتر خانوادم گفتن قلبت یواش داره کار میکنه، بعد یواشتر از نرماله. من اصلا نه چربی میخورم نه نمک، غذاهام بیشتر پخته است و سبزیجات و اینا خیلی میخورم، و به گفته شما زردچوبه و ماست هم هر روز دارم، الان یک سال و نیم میخورم و روهم رفته آدم سلامتی هستم. بله. ولی نمیدونم چرا قلب من یعنی آهسته کار میکنه، و اگر شما میخواین دوایی به من بگین یا گیاهی بگین، یکم ازتون خواهش میکنم آهسته بگین که من با این دست راستم چون لرزش داره بنویسم. سوال دوم من اینه که من از این جوشای چرکی که میزنه یه ذره پشت روشونم هستش، من با دواهای همین گیاهی یا اینا خیلی اینا بردم، و با گفته شما باز من لستین میخورم، چون من همیشه برنامه شما رو دنبال میکنم، و واقعا دستتون گلتون درد نکنه، شما من خیلی چیز یاد گرفتم، نه من همه ما. بعد من اینو کوچکم و لستینم که میخورم دیگه این بزرگ میشه، ولی میخواستم ببینم چربی این ریشه اینو من با چی میتونم درارم آقای دکتر؟ ریشه مونده سفته. سال آخرم هم اینه که من باز میگم یه آدم خیلی سلامتی هستم، ولی قرص که میخورم، ویتامین که میگیرم، و بیشتر یعنی تمام من ویتامینام و نمیدونم لیموتاکس و همه چی رو من از آفیس شما میگیرم، ولی هر چی که میخورم، حتی لیمو و آب لیمو با لیمو با سیرم که قاطی کردم مخلوط کردم اونم میخورم، همین که میخورم سردرد میگیرم، یه سردرد مثلا 7-8 دقیقه 5 دقیقه همین حدا سردرد رد میشه. میخواستم این مال چیه؟ در اصل از تمام محبتتون تشکر میکنم. خواهش میکنم، خواهش میکنم، گلتون درد نکنه، شب خوبی داشته باشید. مرسی، قربون شما. بله، خب نگاه کنین، قلب که آهسته کار میکنه، یه تعدادی از افراد واقعا خب قلبشون آهسته کار میکنه به دلیل اینکه این ژنتیکی است و خب آهسته کار میکنه. البته خب خیلی آهسته کار کردن قلب خوب نیست. یه خوبی که آهسته کردن وقتی قلب آهسته کار میکنه، عمر انسان واقعا طولانی تره، برای اینکه قلب آهسته کار میکنه. اوکی؟ و ولی خب گهگاهی که واقعا اگه خیلی بخواد آهسته کار بکنه خوب درست نیست، و بعضی از دکترها حتی پیشنهاد میکنن پالس میکر میذارن که این قلب یه مقدار بیشتر تندش بکنه. ولی به هر صورت این مسئله درستی نیست که بخوام آدم بیاد بره پالس میکر بذاره که قلبش حالا یه ذره بیشتر کار کنه، بیشتر بزنه، ولی با داروها میشه این کار رو کرد و این رو درستش کرد. شما میتونین با غذاتون کایان پپر رو حتما استفاده بکنین، همه استفاده بکنین. کایان پپر میدونین فلفل خیلی تندی هست، فلفل قرمز رنگ، که پودرش همه جا اینجا در نورت آمریکا دارن، در اروپا هم هست، و اینو به غذاهاتون بزنین. خیلی تنده ولی خوشمزه میکنه غذا رو، و ضمناً گردش خون شما رو بهتر میکنه و قلبتون رو بهتر میکنه. دوم، خوردن کراتگس، یا اینکه بهش میگیم که این همین زالزالک خودمون، این کراتگس اسم علمی زالزالکه، یا بهش میگیم هاتورن، اسم انگلیسیش هاتورنه، HAWTHORN، هاتورن که همین عصاره زالزالکه،
و این واقعا یکی از بهترین داروها میشه گفت برای قلبه و که قلب را تنظیم بکنه. و گفتم اسم علمیش هم کراتگس. کسانی که اروپا میخوان بخرن تو آلمان یا جای دیگه اگه بگن کراتگس بهتر هست، ولی اسم انگلیسیش هاتورن. anyway، این هم خیلی چیز خوبی هست که اگر شما تینکچرشو بگیرید، تینکچرشو منم دارم، البته اگه خواستین به زنگ بزنین براتون بفرستن، و چیز خیلی خوبیه برای قلبتون، قلبتون رو تنظیم میکنه به طور کلی. این جوشای چرکی که روی شونتون یا میگیم میزنه، بعضی و پشتشون میزنه، پشت کمرشون میزنه، اینا همه به علت کثیفی خون هست. یعنی خون یک مقداری مواد سمی توش داره. بهترین راه برای اینکه از شر این جوشها خراب بشه، خلاص بشین، یا اینکه مثل بویل یا کورکه به قول خودمون، ریشه بابا آدمه که اینو بهش میگن بارداک. اسمش هست بارداک، به اسم انگلیسیش BURDOCK، اسمش هست بارداک، یا اسم علمیش هم هست آرکتیوم لپا. اسم علمیش کسانی که میخوان باز در کشورهای اروپایی بخرن، آرکتیوم لپا، یا در حتی اسپانیا مثلا این به اسم، در اسم علمی رو وقتی شما در سراسر دنیا بگین اسم علمی یکی آرکتیوم لپا، یا اینکه برداک همونطوری گفتم فارسی ریشه بابا آدم، بسیار چیز خوبیه که اصلا کاملا این رو خوب بکنه. یعنی شما یک ماه تمام اگر ریشه بابا آدم رو بخورید این کاملا از بین میبردش. کار دیگه که شما میتونید بکنید، کار ساده تری هست، پیاز رو بپزید بر روی اون بذارید، یعنی چند شب مختلف که بذارید، این واقعا از ریشه درش میاره، یعنی سرباز میکنه، کورکی هم که سرباز نمیکنه. اگر شما پیاز رو بپزید و بذارید روش، بعد از یه مدتی سرباز میکنه و تمام چرک و خونش خارج میشه و خوب میشه. برای همین هم میتونید این کار رو بکنید که این رو کاملا از بین ببره، و پیاز پخته البته توی آب بپزینش. این که فرمودین که چیزایی که میخوریم، بعضی چیزایی که میخوریم بهتون سردرد میده، این ریاکشن بدن شما هست. بعضی از بدنها در مقابل قرصها، در مقابل بعضی چیزها ریاکشن نشون میده، و خب این واقعا یونیکه برای هر انسانی. یکی یه انسانی میبینی که واقعا نمیتونه یه داروی بخوره، یکی نمیتونه مثلا حتی هندونه مثلا بخوره، بهش ریاکشن میده. درستم این برای شما شو بدنتون خیلی سنسیتیف هست، من فکر میکنم که این ریاکشن اونه. اگر که خب چیزی واقعا احتیاج داریم و میخورید، مثلا این 5 دقیقه مثلا سرتون زرد درد بگیره، مثلا این اگر که واقعا به اون چیزی که احتیاج دارین بخورینش، کاری براتون نمیکنه، یعنی اذیتتون نخواهد کرد. خب بفرمایید رو خط هستید. سلام علیکم آقا دکتر. سلام بر شما جانم، بفرمایید. من یه مهمون دارم از ایران اومده. خب ایشون یه دونه های مثل کهیر میزنن. بله. بعد سرشون هم خیلی شورای تکهی میزنه، میگن وقتی که استرس دارم اینجوری میشم، وقتی که استرس دارم این کهیرا خیلی اذیتم میکنن و زیاد میشن. بعد مشکل دیگه هم که دارن یه مقدار کم اشتها هستن، مزاجشون هم خیلی بیشتر از آدم های عادی به هم میرزه، یعنی دیاری ها بیشتر میگیرن و نفق هم داره، معده درد هم زیاد دارن. ولی این دونه ها مثل که 3 سال براشون اومده، 18 سالشونه الان. اون وقت دونه ها اذیتشون میکنه، میگن شکل کهیره، میاد و میره، ولی پوسته داره و شورای سرم مثل شورای سر عادی نیست، شورای تکه تکهیه. خارش هم داره اونا؟ آره خارش هم داره، ولی میگن خارشش خیلی زیاد نیست. اوکی مرسی، از تلویزیون گوش کنید. مرسی، آزاد.